مقامات جمهوری اسلامی ایران تایید کردند که هنوز 300 نفر در ایران از اعتراضات یک ماه گذشته در بازداشت هستند. برای بحث بیشتر همکارم آرش سیگارچی در استودیو با ماست. خوش آمدید آرش. چه جزئیاتی بیشتری میدونید؟ این اظهارات آقای رحمانی فضلی وزیر کشور ایران گفته که کمتر از 300 نفر در شهرهای مختلف ایران هنوز بازداشت هستند از اعتراضات یک ماه گذشته. واقعیت اینه که تناقض وجود داره بین خود مقام‌های حتی دولتی. یعنی آقای رحمانی فضلی گفته 300 نفر، وزیر دادگستری آقای روحانی یعنی آقای آوایی گفته کمتر از 100 نفر و اصلا دادستان گفته ما همه رو تعهد گرفتیم و آزاد کردیم. این در حالی که موضع ایالات متحده از روز اول اعتراضات این بود که مردم ایران حق اعتراض مخالفت‌آمیز دارن و خب یادمون هست که 20 دی ما مجلس نمایندگان آمریکا یک قطعنامه تصویب کرد در حمایت از مردم ایران و اعتراض مخالفت‌آمیزشون که تنها دو رأی مخالف داشت و اونها میگفتن حکومت ایران باید اجازه بده به مردم خودش که بتونن اعتراض مخالفت‌آمیز خودشون رو بیان کنن. اما در این حال شاهد هستیم که بازداشت هست و غیر از این در این بازداشت ها دست کم 7 نفر جان خودشون رو از دست دادن. به 2 نفر گفتن خودکشی کردن، 2 نفر گفتن فوت کردن و هنوز هیئتی که خود نمایندگان مجلس میخوان برن بازدید کنن از زندان اوین که ببینن چه شده به اجازه ندادن، به بهانه‌ای مثل برف و مشکلات اجازه ندادن که اینا بازرسی بکنن. درست. حالا ما میدونیم که اعتراضات یه مقدار شدتش کاهش یافته ولی انگار که شکلش عوض شده. شهر ما 2 نکته رو میتونیم در این مورد بگیم. یکی هنوز میبینیم که هر چندگاهی جلوی یکی از این مؤسسه‌های مالی پرمسئله که آقای روحانی جنرال میش گفت ما داریم پرداخت میکنیم، هنوز میبینیم مردم معترض هستن و میگن این چیزی که آقای روحانی تو تلویزیون گفته با اون چیزی که واقعیت وجود داره متفاوت هست. غیر از این شاهد هستیم که اعتراضاتی با کیفیت متفاوت داره برگزار میشه. همین دخترانی که روسریشون رو به نشانه اعتراض به حجاب به دست میگیرن، اول اون خانم ویدا موحد بود که بازداشت شد بعد از مدتی آزاد شد، همین دیروز چند تا عکس اومد از دختران دیگری و حتی همین امروز خانم نسرین ستوده وکیل دادگستری در تهران خبر داده که یکی دیگر از این خانم هایی که در واقع اعتراض مسالمت‌آمیز یعنی فقط روسری خودش رو به دست روی یک چوب گرفته و جای بلند ایستاده جلوی مردم، نه هیچ شعاری میده نه هیچی، ایشون دومین نفر رو شناسایی کرده. خانم ستوده گفته اسمش نرگس حسینی است و از طرفی گفته براش 500 میلیون وثیقه تامین شده. جالب اینه که قانون مجازات اسلامی میگه کسی که بدون حجاب بیاد بیرون، خانمی که بدون حجاب بیاد 10 روز تا 2 ماه زندان یا بین 50 تا 500 هزار تومان جریمه میشه. در واقع اینا اعتراض این خانم هایی به این هست که میگن چرا باید حجاب اجباری در ایران باشه. ممنونم از تو آرش سیگارچی.